سلام، بالاخره انتظارها به پایان رسید و من اینجا برای ویدیو بک تو اسکول. دو سالی که با هم میریم خرید مدرسه میکنیم و بعد به شما نشون میدم و شما که ایده بگیرید و کلا همه چی. امسال قراره خیلی مفصل تر باشه و ویدیو توی استفاد میاد. امروز قراره بریم هم خرید کنیم و من پیامتون نشون بدم و این خب به فاصله حدودا 20-25 روز از مدرسه زودتر مثلا آپلود میشه که شما هم مثلا برید ببینید و بعد اگر دوست داشتید برید خرید، یه ویدیو میاد که مثلا 15 روز مونده مدرسه، 10 روز مونده مدرسه، که قراره من این سری ادوایس و تیپ ها و اینا بگم در مورد درس خوندن و با هم برنامه‌ریزی کنیم امسال. و یه دونه هم که همون توی هفته اول مهر میاد که آخرین روز تابستون و اولین روز مهره و الان آماده ام چون یه مامانم داره میاد دنبالم که با هم بریم خرید. خیلی 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 خوشحالم و انرژی معلومه، هم خوشحالم هم یه ذره غمگینم. چرا؟ چون این سال یکی بوده با آخر مدرسمه و الان دارم میرم 11 و من واقعا باورم نمیشه، انگار که مثلا از تایم هفتمم که مدرسه آنلاین شد تا نهم من اصلا نرفتم، واقعا نرفتم مدرسه دیگه. و این باعث شده که من اینجوری بشم که من چجوری الان 11. خلاصه بریم که ویدیوی بک تو اسکول رو داشته باشیم و یادتونه اگر این سب ویدیو خوشتون میاد به چنل یوتیوب من سابسکرایب کنید. اینجا جاییه که من زندگیمو با تو به اشتراک میذارم و همین. تیشرت هم عوض کنم و بهتون نشون بدم که چی گرفتم، چون که فردا ویدیو رو ادیت کنم و زودتر بذارمش. بریم ببینیم که امسال چیا گرفتم. اول از دفتر رو شروع میکنم. این دفتر گرفتم و چیز خیلی جذابی که من اون موقع حتی ندیدم و الان دیدم اینه که یه سری خلاصه گذاشته که اتفاقا به درد مثلا دهم و اینا رو داره و اینا و خیلی چیزای باحالیه، جوری خلاصه نویسی مثلا جدول تناوبی رو داره و به نظرم خیلی خفنه. فقط خب زیستش به درد من نمیخوره و میشه درش رو برد و بیای حالا دفترت رو به 4 قسمت تقسیم کنی و بذاری. من تصمیم گرفتم اینو بذارم کلا برای ریاضیات هم مثل حسابان و اینا. حالا من این دفتر رو کلا بر حسب فکری که خودم از امسال داشتم گرفتم، حالا برم مدرسه ببینم معلمان چی میگن بعد حالا تقسیم بندیشون میکنم، ولی حالا اون چیزی که تو ذهنم بود سعی کردم بگیرم.
دو تا دفتر دیگه گرفتم که بذاری نرم هم باز کنیم. یکیش البته باز کردم اونجا دیدم، این هم جلدش یه جوری خوبه و این هم دقیقا اومده دو قسمت کرده خودش و یه همچین جایی هم داره که شما بتونید مثلا برگه و اینا بذارید دفترمون، خیلی باحال شدن. و اینا رو احتمالا بذارم برای درسای عمومی مثل ادبیات و عربی و اینجور چیزایی که داریم و هر کدومش رو برای دو تا درس استفاده کنم. این یه ذره جلد سخت‌تر از اینه و بذارینم اینم دو قسمته، نه این دو قسمت نیست، این دو قسمته. حالا شاید مثلا گوشمش برای یکی از درسای ریاضی نمیدونم، باید برم مدرسه ببینم معلممون هر کدومش چی میگن و بعد مثلا طبق روزایی که داریم و اینا بذارم. اینو خودم تو سرم بود که بذارم برای شیمی، خیلی به نظرم باحاله و ماته یه جورایی خیلی دوستش دارم. و این دفتر رو از پارسال دارم که میخوام بذارم برای فیزیک، چون که پارسال خب من سال اولم بود و فکر کردم که برای فیزیک دفتر نیاز داریم. بعد معلم اون سالمون به ما جزوه میداد، یعنی یه جزوه کپی کرد، بعد یک طرفه من کپی گرفتم و مثلا مسائل رو اینا هم بینش مینوشتم، چون برام میاد چند تا مثلا چیز مختلف داشته باشن بخوام بخونم. خب دست نزن. ولی این دفترها با کمال احترام هو نکنشتم چی وقتی که میذاری تو کیف، الان نگاه کن من اصلا اینو استفاده هم نکردم، ولی اینطوری اینطوری میشه نگاه کنین. پس این دفتر رو نگیرید، ولی خب من گرفتم باید استفادهش کنم. اینا میرین کنار. قبل اینکه بریم سراغ هر چیز دیگه ای بگم، من نمیخوام امسال کیف و کفش بگیرم چون دیدم که دارم و چرا دوباره بیام بگیرم و مصرف گرایی کنم. تصمیم گرفتم که حالا هیچی نگیرم و اگر بعداً مثلا یه خیلی چیزی دیدم که خوشم اومد بگیرم. و الان قراره همون کیف پارسالم و کفشی که عید خریدم رو ببرم. و آره این از این. حالا توی ولاگ روز اول مدرسه میبینید دیگه. فلاکس بود که آب سرد و گرم رو نگه میداره و خیلی به اون کیفم میاد اگر ولاگ قبلی رو یعنی پارسال دیده باشید و خیلی ازش خوشم اومد. اون استارباکسی که پارسال گرفتم درش خیلی راحت یه روز شکست، کیفم افتاد و شکست. به نظرم اینا خیلی مقاوم تر از اون آسان روش بهش میگن، درایی که مثلا برای قهوه و اینای اینا به نظرم خیلی مقاوم تره و خیلی هم میومد به کیفم و وسایلم و اینا. پس گرفتمش، خیلی ویانهاییه گرفتم که بذارم توی کیفم و اینم سفید و ایناست که مثلا امتحانا محش امتحانا و برگه ها و اینا رو نگه میدارم و برای امتحانا قبلش میخونمشون و خیلی بهم کمک میکنه. اینو خارج از چیز برای میزم گرفتم، چون که میزم الان خارج کامپیوترم یه رنگ آبی داره و گفتم که اینو خیلی وقته دو سه بار قبلم دیده بودم و الان گرفتمش بذارم روی میزم و حالا گیره داره و از این سوزنه و اینا خیلی فکر میکنم که به درد بخوره. من همیشه اینو جدا جدا میخریدم ولی اینا چون توی یه تم رنگی و به میزم میان به نظرم خیلی باحاله. این جامعه داری رو خریدم چون که میدونی همیشه جامعه داری نمیدونم چرا برای من سخت خریدنش و به نظرم اونقدر جامعه داری های خوشگلی نداشت، ولی این بهترین گزینه بود چون که میگم باز رنگش یه رنگ ویاناییه. خب بذار توش وسایلم رو چیدم که بهتون نشون بدم. یه ماجیک وایت بورد گرفتم که میرم پای تخته بتونم باهاش بنویسم. یه دونه غلطگیر گرفتم که این هنتره، حالا فرقی نمی‌کنه دیگه هر چی که گرفتید. این پاکونه رو گرفتم، این فابره و این طرفش پاکونه و این طرفش تراشه. حالا اگر تراش به دردمون بخوره چون دو کاره بود گفتم اینو بگیرم. چسب ماتیکی گرفتم. ببین اینا رو خب مدرسه شاید نخواد ولی من هر سال که میرم مثلا یه دونه چسب ماتیکی میگیرم تا سال بعدی استفادهش کنم، حالا تو خونه برای پروژه ها یا هر چی. اینا چیزایی که توی جامعه داری میذارم. یه دونه مداد نوکی گرفتم
مداد نوکی مشکی یه فابر. آهان توی تلگرام بچه ها گفتم به نظرم این هایلایتر ها واقعا بهترین هایلایتره، هایلایتر میلیندر زبرا فکر کنم. این هایلایتر ها خیلی خوبه و واقعا میمونه. من فکر کنم برای نهم هم که با هم رفتیم خرید کردیم هنوز یه سری از هایلایتراشو دارم. دیجایزشو خوبه، من برای نهمم همین دارم و امسال تازه رنگشون رفته، ولی اونایی که پارسال گرفتم فانتزی بودن همین الان رنگشون رفته و من دیگه انداختمشون دور. من این روانویسای نمدی، سر نمدی فکر کنم بهشون میگم، با اینا مینویسم، اینا رو خیلی دوست دارم. اگه یادتون باشه پارسال که اینجا هم دارم یه ست تعداد زیاد خریدم، بعد دیدم که خب این رنگای غیر اصلیشو هنوز دارم، به خاطر همین اومدم کلا 5 تا گرفتم که رنگایی که بیشتر استفاده میکنم و یا تموم شدم، مثلا صورتی هم جزو اون رنگای منه، اینا رو گرفتم. حالا هر کدومم رو که دلم بخواد میتونم با خودم ببرم، ولی اینا رنگای اصلیشو گرفتم چون داشتم. بعد دو تا هم، یه دونه آبی گرفتم یه دونه مشکی، چون همیشه اینا زودتر تمام میشن و حالا برای امتحانا و اینا خیلی بهترن تا اینا. یه غلطگیر نواری گرفتم، چون که مثلا معلم سریع میگه با این خیلی سریع تر میتونی بکشی تا یک غلطگیر عادی و خب این خیلی بهتره. حالا گفتم یه دونه و اینا هم خیلی زود تمام میشه، به خاطر همین اون یکی رو گرفتم. به نظرم این خیلی خوبه که آدم یه دونه داشته باشه. اینو قبلا من این دفعه رفتم ارگ، دفعه پیش توی تابستو چند روز پیشا با ملنا رفتیم آوا سنتر و اینو دیدم گرفتم، روش نوشته ریاضی، برای همه درس ها داشت، ولی خب من رشتم ریاضیه و اینم اگه من بیام 5 تا از اینا مثلا بردارم خیلی زیاد میشه، چرا بعد اینقدر دفتر شده شده شم. این یه دنر گرفتم، کاری که میخوام بکنم اینه که تقسیم بندیش کنم و اینطوریه، بیام با یه حالا رنگ خودکار ثابت فرمولایی که معلم میگه رو بنویسم و این میشه یه دفترچه هم فرمولای مهم و میتونم همیشه داشته باشم، چون من عادت دارم که یکم سر امتحانا بر خودم خلاصه نویسی کنم. حالا میتونم اینو همیشه کنارم داشته باشم، مثلا فرمولا رو اینا رو بنویسم که بعدا نخوام خلاصه نویسی کنم. پس میام تقسیمشون میکنم چند تا چند تا که فرمولا رو توش بنویسم. این دفترچه رو گرفتم، خیلی به نظرم خوشگله برای کلن تکلیفام و اینا، چون من مثلا می نویسم شنبه فلان معلم اینو گفته اونو گفته، چون خیلی آدمی هم که برنامه ریزی می کنم و اگر ننویسم حس می کنم که اوکی یادم میره. اینا رو گوشم توی این بذار بازش کنم. یه دونه از این استیک نوت ها گرفتم، حالا جاهای مهم و اینا رو بزنم، یه دونه اینو گرفتم و اینو گرفتم برای اینکه دقیقا همین تقسیم بندی ها رو بکنم و مثلا یه نه بزنم اینجا فیزیکه، اینجا شیمیه، اینجا مثلا عربیه و اینا، اینا رو توی کتابم میزنن و من تا حالا ازشون نگرفتم، گفتم ببینم چی جوریه، ولی حس میکنم خیلی به درد بخوره برای این تقسیم بندی ها و اینجور چیزا. و من پایچسب نداشتم، یعنی پایچسبم خراب شد و شکست، یه پایچسبی گرفتم که هم میتونم با خودم ببرم، هم خیلی سبکه و اینطوریه دیگه، و همینطور میتونم بذارم تو کشوی کیفم، چون پایچسبم شکسته بود، کشوی کیفم، کشوی میزم. و خب این لیست خیلی جمع و جور بود، چون یه نمیخوام بذارمشون میزیه، همینطوری میذارم توی کشو و درش میارم استفاده میکنم. چسب نواریم هم تموم شده بود، این هم چسب نواری و تموم شد. اینا چیزایی بود که من برای مدرسه گرفتم. امیدوارم که امسال سال خیلی خوبی براتون باشه، نمره خیلی خوبی بیارید، علاوه بر این که درس میخونید و خوب سخت تلاش میکنید، روزای خوبی هم تو مدرسه با دوستاتون بگذرونید. خواستم بهتون بگم که الان این سومین سالی بود که من با شما ویدیو گرفتم و انگار داریم با هم بزرگ میشیم. خیلی دوستتون دارم، مرسی اینکه حمایتم کردید توی هر شرایطی، دوستتون دارم خیلی زیاد. تا ویدیو بعدی و بک تو اسکولای بعدی، خدافظ.